سلام میکنم به همه شما دانشجویان عزیز و تمام عزیزانی که کلیسای آنلاین حیات نور دنبال میکنن. امیدوارم که حالتون خوب باشه. سپهر هستم و خوشحالم که با یه جلسه دیگه با شما هستم. اگر در خاطرتون باشه، در جلسه گذشته در حال بررسی رساله رومیان بودیم و یک سری موضوعات رو از رساله رومیان به شما عزیزان گفتم که الان میخوایم با هم دیگه یک یادآوری از جلسه گذشته داشته باشیم در رابطه با رساله رومیان و بعد وارد ادامه درسمون بشیم. اگر خاطرتون باشه عزیزان، بهتون گفتیم که کتاب مقدس یک کتابخونه میمونه که از چندین کتاب تشکیل شده، اگر اشتباه نکنم از 66 کتاب، و بهترین راه مطالعه کتاب مقدس گفتیم اینه که هر کتاب رو بیایم جدا جدا بخونیم و مورد بررسی و تحلیل قرار بدیم و اینطور نیست که پراکنده از کتاب مقدس مطالعه بکنیم و پراکنده و آیه به آیه جدا به جدا آیات رو جدا به جدا تفسیر و تحلیل کنیم. این یک روش اشتباهه. پس هر کتاب رو باید جدا بررسی کرد. راجع به مسئله دیگه ای صحبت کردیم. بهتون گفتم اگر خاطرتون باشه که رساله رومیان بلندترین رساله و نامه‌ای بوده که از زمان باستان تا الان به جا مونده و فکر میکنم حدود 7000 تا، تقریباً 7000 تا کلمه داشته و این نامه در واقع بلندترین نامه‌ای بوده که از زمان روم باستان تا الان باقی مونده. بعد گفتیم که رساله رومیان یک رساله غیرعادیه به این خاطر که سلام و احوال پرسی‌های اول و آخر نامه عجیباً طولانیه و یک نامه دوستانه و صمیمی نیست و از این بود هم غیر عادی به نظر میرسه که پولس داره به در واقع کلیسایی نامه مینویسه که نه اونا رو دیده و نه آشنایی باشون داره و نه اون کلیسا رو خودش بنا کرده. به این خاطر یک نامه خیلی غیر عادی به نظر میاد. اما راجع به این مسئله صحبت کردیم که مسئله بسیار مهمی بود، در واقع کلید رمزگشایی این رساله است که چرا اصلا پولس باید یه همچین نامه‌ای رو به یک کلیسایی بنویسه که اونها رو نمیشناسه. سه تا توجیه رو به شما گفتیم. توجیه اول این بود که باید بیایم دلیل نگارش نامه رو توی خود پولس که نویسنده نامه هست بررسی کنیم. توجیه دوم این بود که باید هم در نویسنده و هم در خوانندگان دنبال دلیل نگارش نامه بگردیم و توجیه سوم باید در خود خوانندگان نامه که افراد کلیسای روم بودن دنبال نگارش نامه بگردیم، دلیل نگارش نامه بگردیم که راجبش صحبت کردیم، ایرادهاشو گفتیم که هر کدوم از این توجیه ها چه ایرادهایی داره و اینکه عقیده شخصی بنده بیشتر متمایل به کدوم یک از این اعتقادها هستش. راجب اینها با شما صحبت کردیم و راجب دلیل نگارش نامه که مهم بود، خیلی مسئله مهمی بود که پولس رسول داره تلاش میکنه قبل از اینکه خودش به روم برسه، میخواد در حکم یک خدمت نامه‌ای رو به اونها بده و دلیل نگارش نامه این بوده که تنشی بین یهودیا و غیر یهودیهایی که توی اون کلیسا بودن در گرفته بوده و به این خاطر پولس دست به کار میشه، چون عجیباً تجهیز شده بوده برای آشتی دادن بین قوم یهود و غیر یهود. خودش یهودی بوده که در بین غیر یهودیان خدمت میکرده و برای این مسئله به طور عجیب تجهیز شده بوده. اما میخوایم وارد درس جدیدمون بشیم. میخوایم موضوعات اصلی که در واقع این نامه رو تشکیل داده رو با همدیگه یک بررسی کوتاه و سطحی بکنیم. خیلی نمیخوایم عمیق بشیم. این بررسی کوتاه میتونه به ما کمک بکنه برای درک بهتر نامه. نمیخوایم این نامه رو در واقع تفسیرش بکنیم. به این خاطر بیایم یک سری موضوعات اصلی که توی فصل‌های 1 تا 8 و تا آخر نامه وجود داره رو با هم بررسی بکنیم. اول به فصل‌های 1 تا 8 با هم دیگه میریم و موضوعات اصلی رو با هم دیگه بررسی میکنیم. اولین موضوع اصلی که توی فصل‌های 1 تا 8 وجود داره مسئله گناه هست. پولس رسول در حقیقت میاد نامه خودش رو با یک نگاه به گناهایی که توی شهر روم رایج بوده آغاز میکنه و میاد این گناه ها رو در واقع بررسی میکنه. راجع به این گناهایی که توی شهر روم بوده صحبت میکنه و به هر دو تا گروه، یهود و غیر یهود، یادآوری میکنه که هر دو تاشون گناهکارن. یهود از غیر یهود بهتر نیست و برعکس. و
بهشون یادآوری میکنه که میگه مرگ مسیح برای هر دو تا گروه و هم برای یهودیا و هم برای غیر یهودیا در دسترسه و برای به دست آوردن حیات فقط باید به روح القدس رو بیاریم. موضوع بعدی مسئله پارسا شمردگیه. مفصلاً پولس در این رساله راجع به این موضوع صحبت میکنه که چطور خطاکارها و گناهکارها در حضور خدا قدیسان، مقدسان و بی‌عیب‌ها به حساب اومدن. عجیباً و عمیقاً پولس راجع به این مسئله صحبت میکنه، بهشون خاطر نشون میکنه که چطوری یهود و غیر یهود میتونن با خدا آشتی بکنن و بهشون توضیح میده که میگه هر دوتا گروه به یک طریق، یعنی از طریق ایمانه که پارسا شمرده میشن. خون مسیح برای هر دوتا گروه در دست رسه. پس نباید سر این مسئله با همدیگه جدال بکنن، با همدیگه جنگ بکنن که کدوم یکی بهترن، کدوم یکی برترن. پولس میخواد این مسئله رو برای افراد کلیسای روم باز بکنه. مسئله مهم بعدی که توی این رساله به چشم میخوره، توی فصلهای 1 تا 8، مخصوصا این موضوع خاص توی فصلهای 6 و 7 و 8، مسئله بیبندوباری و شریعت گراییه که اگر خاطرتون باشه در ترم پنجم در رساله غلاطیان، بررسی رساله غلاطیان، راجع به این مسئله مفصلا صحبت شد که در واقع رساله غلاطیان هم عملا داره راجع به این مسئله صحبت میکنه، بیبندوباری، شریعت گرایی و آزادی در مسیح. پولس توی فصل‌های 6 و 7 هم میاد به این مسئله میپردازه، به این معضلات میپردازه که معضلاتی که یهود و غیر یهود هر دوتا گروه با انجیل داشتن. غیر یهودیا مستعد بیبندوباری بودن و یهودیا آماده وارد شدن به شریعت بودن. میخوام بهتون بگم عزیزان، زمانی بیبندوباری توی کلیسا رواج پیدا میکنه که مسیحیا به اشتباه اعتقاد پیدا میکنن که آزادیشون در مسیح بهشون این جواز رو میده که هر کاری بخوان میتونن انجام بدن و قوانین الهی رو نادیده بگیرن، در صورتی که شریعت گرایی این اعتقاد رو در افراد به وجود میاره که میتونن با به جا آوردن شریعت و اعمال خودشون در برابر خدا شایسته بشن، اون پارسایی رو به دست بیارن. فصل 6 میاد راجع به بیبندوباری صحبت میکنه، فصل 7 میاد راجع به شریعت گرایی صحبت میکنه، اما در فصل 8 حالا پولس شروع میکنه راجع به آزادی در روح نوشتن و بهشون یادآوری میکنه که چطور این آزادی در مسیح میتونه یهود و غیر یهود رو با همدیگه متحد بکنه. اما فصل 9 تا 11، بحث پیرامون جایگاه یهود، پولس میاد بحث رو پیرامون جایگاه یهود تو فصل‌های 9 تا 11 مطرح میکنه که برای کل نامه عزیزان اهمیت بسیار بسیار بالایی داره. فصل‌های 9 تا 11 برای غیر یهودیا این وسوسه وجود داشت که فکر کنن دیگه اسرائیل جدید هستن، دیگه جایگزین قوم یهود شدن و قوم یهود هیچ جایگاهی دیگه تو نقشه خدا نداره، قوم یهود هیچ جایگاهی تو هدف خدا دیگه نداره. به این ترتیب فصلهای 9 تا 11 میاد راجع به تنش بین یهود و غیر یهود صحبت میکنه. گفتیم دلیل اصلی نگارش نامه همین بوده، تنشی که بین قوم یهود و غیر یهود توی کلیسا به وجود اومده بود و پولس میاد به این تنش میپردازه توی فصلهای 9 تا 11. توی این قسمت ها به غیر یهودی ها یادآوری میکنه، میگه با اینکه یهود خدا رو رد کرده اما کار خدا هنوز با اونها تموم نشده. به غیر یهودی ها میگه که مغرور نباشن، چون این قوم یهود نیست که بریده شده، بلکه این غیر یهودیان که به تنه اصلی پیوند خوردن. و بهشون یادآوری میکنه اگر شما هم در محبت خدا ادامه ندید روزی بریده میشید و بهشون یادآوری میکنه که یک روز همه قوم اسرائیل نجات پیدا خواهند کرد. اما مضمون تنش بین قوم یهود و غیر یهود توی فصلهای 12 تا 16 هم ادامه پیدا میکنه و پولس میاد توی 12 تا 16، بابهای 12 تا 16، راجع به مسائلی صحبت میکنه که عامل اصلی به وجود آورنده این تنش بوده.
مسئله اول، آشکارترین مشکلی که تو رساله رومیان به چشم میخوره در رابطه با این تنش، مسئله خوراک بوده. غیر یهودیا با خوردن گوشت غیر کاشر و خوراک تقدیمی، گوشت تقدیمی به بت‌ها مشکلی نداشتن. مشکل بعدی مشکل سبت بوده. ایمانداره غیر یهودی سبت رو نگه نمی‌داشتن و پولس توضیح میده به اونا، میگه اگر میخوان غیر یهودی یک شنبه رو روز ویژه خودشون داشته باشن، داشته باشن، کاملا به خودشون مربوطه. عزیزان، امروز تو کلیسا همینطوره، کسایی که دارن خدمت میکنن امروز هم همینطوره. ما با دونستن کلام خدا باید در مقابل چنین تنشایی و چنین مشکلاتی اینقدر مثل پولس بتونیم از خودمون انعطاف نشون بدیم. شاید خدا من رو یا شما رو به یک طریق خاصی هدایت بکنه. این به این معنی نیست که چون من به این طریق هدایت شدم و خدا منو هدایت کرده، حتما همه باید از من متابعت بکنن. چون من شبان هستم، همه باید از من پیروی بکنن، چون خدا منو در این مسیر هدایت کرده. نه، اصلا اینطور نیست. دیگران رو نباید اجبار بکنیم در رابطه با مسائل شخصی که خدا من رو هدایت کرده. و پولس میاد راجع به خوراک تقدیمی به بت‌ها تو این رساله صحبت میکنه، راجع به سبت صحبت میکنه. غیر یهودی‌ها به خودشون مربوطه که میخوان یک شنبه رو روز ویژه داشته باشن، اصلا میخوان پنج شنبه رو داشته باشن. کاری نداشته باشید شما، این کاملا چیز شخصیه که به خودشون مربوطه. پولس میاد تو این رساله راجع به این مسائل صحبت میکنه توی بابهای 12 تا 16. حالا عزیزان، جلسه قبلا بهتون گفتم با طرح کلی که میخوام توی ادامه مطرح بکنم، متوجه میشید که رساله رومیان اساساً یک رساله آموزه‌ای نیست که اینقدر ما پیچیدش کردیم. پولس میاد در واقع از آموزه ها برای مقاصد عملی خودش استفاده میکنه. حالا که دلیل نگارش نامه رو متوجه شدیم، میخوایم یک نگاهی بندازیم به مضمونهای اصلی و کلمات کلیدی اصلی که توی رومیان وجود داره. و هدفمون این نیست که تفسیر کلی بکنیم، یک تفسیر ارائه بدیم، بلکه فقط میخوایم یک کلید بدم بهتون عزیزان که بتونید رساله رومیان رو راحت مطالعه کنید و راحت تر متوجه بشید. پس بریم به کلمات کلیدی که توی رساله رومیان وجود داره و اونها رو با هم دیگه بررسی بکنیم. در واقع عزیزان، تحلیل واژه‌های کلیدی رومیان مضمون اصلی این نامه رو به ما نشون میده. واژه کلیدی اصلی که در رساله رومیان وجود داره کلمه خدا هستش. این کلمه توی رساله رومیان 153 بار به کار رفته، کلمه خدا 153 بار، یعنی بیشتر از هر کلمه دیگه‌ای پولس از واژه خدا استفاده کرده و میخواد تأکید بکنه که ایماندارای روم، چه یهود و چه غیر یهود، قوم خدا هن و این خدایی که باید در مرکزیت کلیسای اونها باشه. امروز ما نباید اینو فراموش کنیم. تنها چیزی که و تنها کسی که باید مرکزیت کلیسا باشه، نه شبانه، نه خادمه، نه نبیه، نه معلمه، فقط خود خدا هستش. و پولس داره این مسئله رو به رومیان گوشزد میکنه و تأکید میکنه. کلمه های مسیح و خداوندم هر کدوم به ترتیب 65 و 43 بار به کار رفته، یعنی مسیح 65 بار و خداوند 43 بار. واژه کلیدی بعدی کلمه شریعت هست تو این رساله. واژه شریعت تو رومیان 72 مرتبه به کار رفته. پولس مجبور بوده برای گرایش هایی که مسیحیان یهودی تبار، در واقع گرایش های مذهبی که مسیحیان یهودی تبار توی کلیسای روم داشتن، مجبور بوده که اینقدر تاکید بکنه رو مسئله شریعت و راجب شریعت صحبت بکنه. کلمه کلیدی بعدی گناهه. گناه هم به کرات توی این رساله به کار رفته و پولس 48 بار کلمه گناه رو به کار رفته. پولس میاد نگاه میندازه به گناهایی که توی شهر روم وجود داره و گناهایی که توی در واقع در کلیسای ایمانداران شهر روم وجود داشته. حرف پولس اینه، میگه که فرقی نمیکنه گناه کجا باشه، چه در وجود ایماندار باشه، چه در کلیسا باشه، چه در وجود بی ایمان باشه و خارج از کلیسا باشه، هر جایی که باشه خدا باهاش مخالفه. فرقی نمیکنه که گناه کجا باشه. میخوام یه نکته ای رو بهتون بگم عزیزان. ما
نباید فراموش کنیم ما به وسیله ایمان پارسا شمرده میشیم، بارها و بارها این رو گفتیم، اما به واسطه اعمالمونه که داوری میشیم. خیلی از عزیزان این سوال رو میکنن چرا پولس میاد میگه ما داوری میشیم، مگه جای دیگه نمیگه هیچ محکومیتی بر ما نیست؟ داستانش چیه؟ بالاخره ایماندار داوری میشه یا نمیشه؟ بله، هیچ محکومیتی بر ایماندار نیست. ما به خاطر کارهایی که انجام میدیم و گناهانی که ازمون سر میزنه و مرتکب میشیم محکوم نمیکنه خدا ما رو، اما روزی ما رو داوری خواهد کرد. و داوری که ایماندار میشه با داوری که غیر ایماندار میشه فرق میکنه. داوری ما برای محکومیتمون و برای در واقع جزا دادن ما نیست، تنبیه ما نیست. راجع به این مسئله در فصل 3 اگر اشتباه نکنم برادرمون استیونیوز کامل صحبت کرد، تخت سفید خدا، تخت داوری خدا برای ایماندار و غیر ایماندار. عزیزانی که اگر خاطرشون نیست میخوان میتونن رجوع بکنن و بیشتر راجع به این مسئله بدونن. ما به وسیله ایمان پارسا شمرده میشیم، اما به وسیله اعمال داوری میشیم. یک نکته خیلی مهمیه که ما نباید فراموش کنیم که ثمره یک ایمان سالم، عزیزان، ثمره یک ایمان سالم اعمال صالح هستش. در حقیقت خیلی از عزیزان این موزل رو دارن و این سوال رو دارن و بارها و بارها پرسیدن که چرا پولس میاد میگه تنها محض ایمان و فیض نجات پیدا کردیم، اما یعقوب در رسالش میاد راجب اعمال صحبت میکنه، میگه ایمانی که عمل نداره مرده. این دوتا دارن ضد هم صحبت میکنن، اما در حقیقت این دوتا مکمل هم هستن. پولس میاد راجع به آموزه نجات شناسی صحبت میکنه، میگه ما به وسیله ایمانمونه و به وسیله فیض خدایی که نجات رو دریافت میکنیم پارسا شمرده میشیم. اما حالا که پارسا شمرده شدیم و ایمان آوردیم، این ایمان ما، یعقوب میاد میگه باید یک عملی داشته باشه، باید یک ثمره ای داشته باشه. پس ثمره ایمان سالم، عزیزان، اعمال صالح هستش. اما کلمه کلیدی بعدی کلمه ایمان هست. کلمه ایمان 40 بار توی این رساله به کار رفته. پولس میگه این ایمانه که یهود و غیر یهود رو با هم متحد میکنه. میگه قبل از این همه ما در گناه با هم دیگه متحد بودیم، اما الان هممون در ایمان با هم دیگه متحد هستیم. میگه که به وسیله ایمانه که همه ما یهود و غیر یهود فرزندهای ابراهیم محسوب شدیم. اما واژه کلیدی بسیار مهم بعدی کلمه پارسایی هست. این کلمه بسیار بسیار مهمه. انگار تمام اندیشه پولس توی این نامه حول این یک کلمه میگرده، کلمه پارسایی. پارسایی مخصوصاً پارسایی خدا. مارتین لوتر، عزیزان، به خاطر وجود نامه رومیان بود، رساله رومیان بود که به اهمیت بالای پارسا شمردگی به وسیله ایمان پی برد. ما این مسئله رو نباید فراموش کنیم. این مسئله بسیار مهمه که صلیب عیسی مسیح فقط گناه‌های ما رو بر نداشت. در صلیب عیسی مسیح فقط گناه‌های ما برداشته نشد. این یک فکر اشتباهه. از عزیزان وقتی که سوال میکنیم که خون مسیح برای ما چی کار کرد و صلیب مسیح برای ما چی کار کرد، پاسخش اینه که گناه‌های ما رو برداشت، در صورتی که فقط این کار رو نکرد. اگر قرار بود صلیب عیسی مسیح فقط گناه‌های ما رو برداره، خب در عهد عتیق قربانی‌هایی که می‌گذروندن، اون گوساله و اون گاو و اون بز و گوسفندی رو که قربانی می‌کردن، خب خون اونها هم داشت گناه‌ها رو پوشش می‌داد، برمی‌داشت. مشکل دیگه‌ای بود. پس صلیب مسیح فقط گناه‌های ما رو بر نداشت، بلکه ما رو در پارسایی خدا شریک کرد. این چیزیه که قربانی‌های عهد عتیق نداشت. قربانی‌های عهد عتیق فقط گناهان رو بر می‌داشت، اما ما رو در پارسایی خدا نمیتونست شریک بکنه. به این خاطر نویسنده عبرانیان میگه اگر قربانی اول بی‌عیب بود، جایی برای دومی طلب نمی‌شد. پس خداوند کاری کرد که این قربانی، یعنی عیسی مسیح، برای بیعیب خدا نه تنها گناه های ما رو برداره مثل قربانی عهد عتیق، بلکه بیاد ما رو در پارسایی خدا شریک بکنه، یکی بکنه. این چیزیه که ما ایماندارا گاهی فراموشش میکنیم. میخوام یه ذره به مسئله
پارسا شمردگی و مسئله پارسایی با هم دیگه بپردازیم، چون مسئله بسیار بسیار مهم و با اهمیتیه. عزیزان، توی عهد جدید کلمه پارسا شمردگی یا کلمه نجات بهتره بگم، در 3 زمان فعلی مختلف به کار رفته. یه جایی میگه نجات یافته ایم، در زمان دیگه ای میاد میگه در حال نجات یافتن هستیم، و جای دیگه میگه که نجات خواهیم یافت. این شاید خیلی از عزیزان رو سردرگم بکنه که بالاخره ما نجات یافتیم، داریم نجات پیدا میکنیم یا نجات خواهیم یافت، داستان از چه قراره؟ پولس میاد برای هر کدوم از این زمانها یک اصطلاح الهیاتی به کار میبره، مخصوصا در این رساله. نجات یافته ایم یعنی پارسا شمردگی، در حال نجات یافتن هستیم یعنی تقدیس، و نجات خواهیم یافت یعنی جلال یافتن. پس شد پارسا شمردگی، تقدیس و جلال یافتن. این 3 رو ما اسمش رو میذاریم فرایند رستگاری، یعنی بعد از پشت سر گذاشتن این 3 مرحله ما به رستگاری خواهیم رسید. پس این 3 میشه فرایند رستگاری. الان میخوایم یک مقداری با همدیگه روی فرایند رستگاری مانور بدیم، بیشتر راجبش صحبت بکنیم. اول بپرسیم به پارسا شمردگی، یعنی نجات یافتن. یک ترجمه انگلیسی از کتاب مقدس وجود داره که معروف به ترجمه گینه نو، یک ترجمه خیلی دست و پا شکسته و کوچه بازاریه. توی این ترجمه برای پارسا شمردگی میگه که خدا میگه وضعیت من خوب و رضایت بخشه. برای پارسا شمردگی میگه خدا میگه وضعیت من خوب و رضایت بخشه. یه ترجمه خیلی دست و پا شکسته است، اما این ترجمه برای پارسا شمردگی یک ترجمه خیلی عالیه. پارسا شمردگی یعنی من در لیست خوبهای خدا قرار دارم، یه برکت خیلی عالیه. اما فقط و فقط عزیزان آغاز راه نجاته، ابتدای فرایند رستگاریه. توی پارسا شمردگی خدا در حقیقت میاد ما رو از پرداخت تاوان گناه آزاد و رها میکنه، میگه دیگه تو نمیخواد برای گناه تاوان بدی، و به تو اعلام میکنه، میگه الان توی وضعیت خوبی قرار داری. اکثر دینهایی که تو جهان وجود دارن میگن اول خودت رو درست کن تا با خدا در وضعیت خوبی قرار بگیری، اما مسیحیت کاملا برعکسه. خود خدا میاد شما رو در یک وضعیت خوب قرار میده تا باهاش در رابطه بشین. خیلی از مسیحی‌ها فکر میکنن عزیزان همه چیز توی مرحله پارسا شمردگی تموم میشه، وقتی پارسا شمرده شدن دیگه به مقصد رسیدن و همه چی تموم شده، در حالی که اینطور نیست. پارسا شمردگی فقط و فقط ابتدای راه ماه. حالا بعد از پارسا شمردگی وارد مرحله تقدیس میشیم، قسمت دوم از فرایند رستگاری، تقدیس. اول از پرداخت تاوان گناه آزاد میشیم، بعد با خدا وارد رابطه میشیم، حالا باید از قدرت گناه آزاد بشیم، حالا باید از اون اسارتهایی که اون روان ما در واقع در یک اسارتی هست، از گذشته، از جسم سقوط کرده ما، از انسانیت سقوط کرده ما که هنوز در ما باقیه، و باید هر روز تقدیس بشیم. این مرحله دوم این فرایند هستش. اما خاطرتون باشه این مسئله بسیار مهمه، ما به وسیله ایمان پارسا شمرده میشیم. تقدیس هم باید به واسطه ایمان باشه، نباید خودمون تلاش بکنیم دست به تقدیس و تقدس بزنیم. تقدس با تلاش کردن در ما به وجود نمیاد، بلکه فقط و فقط به وسیله ایمان به وجود میاد. کافی اعتمادمون به خدا باشه و به این اعتماد کردنمون هر روز در هر ساعت از شبانه روز ادامه بدیم. اینطوره که تقدس تولید میشه، در ما به وجود میاد. گاهی اوقات خیلی از ما تلاش میکنیم در خودمون تقدس به وجود بیاریم، اون میشه شریعت. شریعت هم تلاش میکنه، میگه تلاش کن خوب بشی، تلاش کن در تو تقدس به وجود بیاد. اما تقدس فقط و فقط مثل پارسا شمردگی میمونه، به وسیله ایمانه که در ما به وجود میاد. فقط کافیه اعتماد کنیم و به توکلمون به خدا هر ساعت و هر دقیقه و ثانیه ادامه بدیم. اما
مرحله بعدی که مرحله سوم هست، مرحله جلال یافتن هست. جلال یافتن در حقیقت دیگه انتهای فرایند رستگاریه، یعنی زمانیه که ما به طور کامل و برای همیشه از حضور گناه خلاص و راحت میشیم و از هر چیزی که نیکو هستش و از هر نیکویی به طور کامل بهره مند میشیم. این جلال یافتن هستش زمانی که عیسی مسیح میاد. دیگه به جایی میریم که دیگه هیچ وسوسه‌ای وجود نداره و تازه تو این مرحله است که میتونیم بگیم به طور کامل نجات پیدا کردیم و برای همیشه نجات خدا رو دریافت کردیم. وقتمون کوتاه هست، میخوام یک موضوع کوتاه دیگه رو براتون مطرح بکنم راجع به همین فرایند رستگاری و مسئله پارسا شمردگی و تقدیس و درس رو تموم بکنیم و به جلسه بعد بریم. در جلسه بعد با شما خواهیم بود. توی بحث آموزه پارسایی و پارسا شمردگی دو تا تمایز الهیاتی وجود داره. یکی بهش میگن پارسایی به حساب گذاشته شده و یکی میگن پارسایی سهیم شده. حالا این یعنی چی؟ گفتیم ما بر پایه ایمان به عیسی مسیح که پارسا شمرده میشیم. دقت کنید، ما پارسا نمیشیم، پارسا شمرده میشیم. کتاب مقدس همیشه میگه شما عادل به حساب اومدید، عادل شمرده شدید، نه اینکه عادل شدید. این یعنی چی؟ یعنی وقتی که ما ایمان میاریم با پارسا شمردگی، اتفاقی که میفته پارسایی خداوند میاد ناپارسایی ما رو میپوشونه. در واقع ما در اون مخفی میشیم. تعمید آب یک تصویر از این مسئله است. ما در اون مخفی میشیم. پولس میگه مسیح رو بپوشید. در واقع پارسایی مسیح رو میپوشیم و وقتی که خدا به ما نگاه میکنه دیگه ناپارسایی ما رو نمیبینه، بلکه فقط و فقط پارسایی خود پسرش رو در ما میبینه. این میشه پارسایی به حساب گذاشته شده، یعنی ما پارسا محسوب میشیم. اما خدا فقط اینو نمیخواد، خدا میخواد ما رو در پارسایی خود شریک بکنه که بهش میگن پارسایی سهیم شده. میخواد ما هم سهمی در پارسایی او، در عدالت او داشته باشیم، که این میشه تقدیس. پس ما هر روز باید از عدالتی که خدا داره، از پارسایی که خدا داره در واقع بهره‌مند بشیم، سهیم بشیم و شریک پارسایی اون بشیم، که به این میگن مرحله تقدیس. به این ترتیب ما وقتی که ایمان میاریم، در لحظه ایمان‌آوری پارسا شمرده میشیم، اما در این حال خدا از ما میخواد که پارسا بمونیم و هر روز تقدیس بشیم با ایمان و در انتها، در نهایت جلال میابیم موقعی که عیسی مسیح برمیگرده، که این سه در کنار هم میشه فرایند رستگاری و ما به رستگاری میرسیم. امیدوارم که براتون به خوبی جا افتاده باشه مسئله نجات شناسی، راجبش کامل صحبت کردیم. امیدوارم از این جلسه برکت گرفته باشید. وقتمون تموم شده، شما رو به خدا میسپارم تا جلسه بعد. خدا نگهدار.